الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الاحتداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم خدمت همه شما سروران عزیز و بزرگوار خواهر و برادر السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات باز هم خوشبختانه در سلسله درس های آنچه که هر مسلمان باید بداند قرار داریم یکی دیگر از جمله مسائلی که هر مسلمان باید بداند هر خواهر و برادر پدر و مادر و همه مسلمان ها بدانن بددعای کردن و یا نفرین کردن است چی پیامدهایی هایی داره این قضیه؟ خیلی مهم است خیلی مهم است چیزی که امروز در زندگی بسیار از مادران ما مشاهده می شود یا در مجموع بعضی انسان ها این عادت را دارند. همیش زبان نفرین دارند. همیش زبان تحقیر دارن همیش زبان دو و دشنام دارن همیش زبان بدگویی دارن این یکی از جمله گناهان است که پیامبر محبوب من صلوات الله و سلامه علیه اجمعین کاملا سریحا نه چرا؟ پیامبر صلی الله علیه و توصیه می کند یعنی این حدیث حدیث توصیه بار هست یک نصیحت است یک راهنمایی است یک ارشاد است بخصوص برای مادران که این عادت را دارند در هر جایی که هستید بشنوید این را رحمت للعالمین سید المرسلین قائد اعظم صلوات الله و سلامه علیه اجمعین پدر و مادر من فدایش می فرمان. کوشش کنید که هرگیز در حق کسی نفرین نکنید یعنی بد دعایی نکنید به اصطلاح واضح دعای بد نکنید در حق کسی نه در حق مالتان نه در حق اولادتان نه در حق خودتان نه در حق دیگران یعنی چند حالت داره گاه وقتی انسان به حق خود نفری می کند خدا مرا بگیرد خدا مرا گم کند خدا چرا من به این مشکلات انداختی یا لعنت خدا میگه بر من علی بالله یا نفرین خدا به من این یک بر خود است در حق خود و گاه وقتی در حق دیگران نفرین میکنند کسی یا همسایهش است یا دوستش است یا از فامیلش است یا از اقربایش است از خشاوندانش است خداوند فلانه ها را چیکار کند کاملا نفرین یا به اولادش ببیند یا به مالش ببیند یا به جانش باید ببیند یا خدا میگه فلانی رو به گرفتار کن الله اکبر چی گناهی است یا در حق فرزندان خود نفرین میکنن که بسیار از مادران ما متاسفانه این خوب و خاصیت بد را دارن این یکی از جمله رضایل اخلاقی است چیز بسیار بد است در حق فرزندانشان نفرین میکنن همیش در حق فرزندانش خداوند تو را گم کند یا خداوند بگیرد یا لعنت خدا به شما یا مرگ به سراغت بیاید چرا؟ چرا؟ انسان های ضعیف و اراده انسان که ظرفیت ندارن انسان هایی که دیدی وسیع ندارن انسان هایی که توانمندی قوی ندارن همیش با مسائل جزئی میپردازن همیش با چیز خود را تخلیه میکنن خود را راحت میسازن فکر میکنن یعنی کار خوبی کردن در حالی که این گناه هست بسیمله گناه های بسیار بزرگ است. نباید این عمل انجام بشه پیامبر محبوب من صلی الله علیه و سلم میفرمایند چرا این کار را شما نکنید به خاطر چی پیامدش چیست میفرماید نشود که این نفرینیتان با اجابت در تصادم قرار بگیرد یک بار این نفرینیتان این دعای بدتان که در حق اولادت کردی در حق مالت کردی در حق جانت کردی یک بار با اجابت از طرف خداوند تصادف با آن چیز را خدا از شما بگیرد باز بعدا خودت پیش ایمان میشه خیلی از مادران ما داریم پدران داریم برادران داریم اول نفرین میکنن دعای بد میکنن بدگویی میکنن وقتی که اون نعمتی که در حقش نفرین کردن از دست دادن الله را گرفت به طور مثال حق فرزندانش نفرین میکنه وقتی او فرزند در خدا گرفت باز نشسته و با سر صورتش میکوبه باز گریان میکنه باز شروع میکنه خدایا چرا ایره گرفتی از ما در حالی که غافل از این که خودت در حقش نفری کردی خودت دعای بد کردی در حقش چرا دعای بد کردی در حقش از خودت سوال بکن خودت ناراض بودی گفتی خدایا ای را بگیر از من و من نمیخوام ای را. حالا که خدا گرفته باز پس نشستی و پیش همون خدایی که تا دیروز میگفتی بگیر حالا اعتراض داری که خدایا چرا گرفتی خیلی کار زشت عزیزان دلم کوشش کنید که از این نوع اعمال انصراف بکنید و از این نوع اعمال دوری بجویید نشود که خدای کرده. دعای بدتان در حق اولادتان قبول بشه یا دعای بدتان در حق مالتان جانتان قبول بشه همسایه و اقربا و قبول بشه هیچ کس حق نداره به حق کسی دیگری نفرین بکند هیچ فردی حق ندارد الله تبارک و تعالی به همه ما توفیق ملنت بفرماید تا برنامه بعدی که در خدمت شما قرار می همه شما را و الله پاک و بینیاز می سپارم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و